یه روایت مشهوری است که فریقین همشون نقل کردن و اتفاق در نقلش دارن. شهرتش هم جوری است که وهابیا با اون خباستی که دارن حتی نتونستن کتمانش کنن. اونم روایت مشهور من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. این روایت شریف و نورانی دال بر وجود حجت ابن الحسن و وجوب اطاعت از امام زمان میکنه. همون جور که خداوند تبارک و تعالی رسول خودش رو بر همگان فرستاد و اطاعت از او رو بر همه فرض و واجب کرد که فرمود یا ایها الناس، استثناء هم نکرده، فرمود یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستاده خدا بر همه شما مردم هستم، مسیحی باشد، یهودی باشد، هر مذهب و مرام و مکتبی که داشته باشد، بر همگان فرض بود و واجب اطاعت از رسول خدا که او فرستاده خداست. همون جوری که اطاعت از خدا که خالق من و شماست بر هممون فرض و واجبه، اطاعت از فرستاده او و رسول او هم بر همه واجبه. خب خداوند تبارک و تعالی برای این که مردم به هدایت برسن، گمراه نشن، به ضلالت نیفتن، صلاح رو بر این دونسته که بعد از رسول خدا افرادی را به عنوان هادیان بشر انتخاب کنه که تا روز قیامت جوامع بشری خالی از هدایتگر نباشه. به همین خاطر خداوند افرادی را برگزید و انتخاب کرد و آنها را به عنوان جانشینان بعد از رسول خودش به مردم معرفی کرده. روایت مشهوری است که مناقب خوارزمی و بعضی از کتب دیگر اهل سنت آوردن، شیعه هم این روایت رو بیان کرده. روایت این است که رسول خدا می فرماید وقتی به عرش رفتم، به محضر ربوبی رسیدم، در یکی از سفرهایی که رفتم اونجا خدا به من خطاب کرد، ای رسول ما، تو چه کسی رو و چه کسانی رو جای خودت میخوای انتخاب کنی؟ عرض کردم یا الله، به دست توست و فرمان تو. خداوند فرمود من علی ابن ابی طالب و 11 نفر از فرزندان او رو به عنوان وصی تو انتخاب کردم، میخوای اسمهاشون رو ببینی؟ عرض کردم بله یا الله. فرمود به سمت راست ساق عرش من نگاه کن. وقتی به سمت راست عرش خدا نگاه کردم، اسماء مبارکشون رو دونه دونه دیدم که در ساق عرش خدا زینت بخش عرش الهیه. فرمود ای رسول، میخوای خودشون رو هم اون تمثال نورانی اونها رو به تو نشون بدم؟ عرض کردم بله یا الله. فرمود به سمت چپ ساق عرش من نگاه کن. وقتی به سمت چپ نگاه کردم، دیدم 12 نور پاکشون حضور دارن، 11 تاشون نشستن، 1 نفرشون ایستاده است. وقتی این صحنه رو پیغمبر خدا میبینه تعجب میکنه، یا الله، 11 نور مبارک نشستن، یکیشون ایستاده است، برای چی؟ خداوند تبارک و تعالی اونجا خطاب میکند به رسول خودش که ای پیغمبر، این شخصی که میبینی ایستاده است، اون نور مهدی صاحب الزمانه، آن وجود نازنین و مبارکی است که من به وسیله او انتقام از دشمنان خودم خواهم گرفت و به وسیله او دین حق را بر تمام دنیا خواهم گسترانید و بر تمام عالم عدالت را حاکم خواهم کرد. ای رسول، بدان و آگاه باش که هر کسی مهدی ما رو دوست داشته باشه، هر کسی که عاشقش بشه و هر کسی که او رو بخواد، من خدا دوستش خواهم داشت و من خدا او رو خواهم خواست. اینه که رسول خدا توجهی و التفاتی خاص به امام زمان داشت، نه تنها او، بلکه ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، همشون این اعتماد، این توسل و این اعتنا رو به او داشتن، خاص بود. نه تنها ائمه، بلکه پیامبران سلف هر کدوم آمدن
دعاگوی امام زمان بودند و توجه به وجود مبارک حجت ابن الحسن داشتند. چرا؟ چون بناس خداوند تبارک و تعالی با اون وجود نازنین و مبارک دین خودش رو بر تمام عالم بگستراند. قضایای مختلف در روایت‌های متعدد و مختلف از پیامبران سلف نقل کردند، کسانی که راجع به امام زمان صحبت‌هایی کردند، راجع به حضرتشون دعاهایی کردند، مطالبی رو عنوان کردند. من دو موردش رو براتون عرض می‌کنم از مطلبی که می‌خوام ارائه بدم نمونم. یکی از پیامبرانی که راجع به آقامون امام زمان صحبتش هست و در تورات در سفر تکوین اونجا بیانش رو خداوند نسبت به حضرت موسی بن عمران فرمایش می‌کنه، راجع به حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام است. اونجا گزارش میده به حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام که موسی، ما راجع به ابراهیم این بیانات رو داریم که حضرت ابراهیم خیلی فرزند دوست داشت و دعا میکرد که خدایا به من فرزندی عطا کن. اونجا دارد که خدا خطاب میکند که انا قد سمعنا دعاءک و تضرعک فی اسماعیل. ابراهیم، ما دعای تو را در مورد جناب اسماعیل شنیدیم و به تو این فرزند را عطا کردیم و او را جزء بزرگان و سادات عرب قرارش دادیم. خداوند تبارک و تعالی حضرت اسماعیل را به جناب ابراهیم خلیل علیه السلام عطا کرد. همسر مکرمشون وقتی که دید که حضرت ابراهیم مستجاب الدعوه است، گفت که آقا شما که دعاتون مستجاب میشه، خوبه که از خدا بخواید، حالا که مستجاب الدعوه اید، خوبه که از خدا بخواید تا خدا عمر شما رو طولانی کنه، یه جوری که مرگ در اختیار خودتون باشه، عمر طولانی داشته باشید، سالهای سال شما حضور داشته باشید، ما هم زیر سایه شما باشیم. خب این مطلبی بود که همسرشون بهشون پیشنهاد کرد. آقا حضرت ابراهیم یه توجهی کردید، حرف خیلی بیراه نیست، خوب آدم عمر طولانی داشته باشه و مرگ در اختیار خودش باشه، چه عیب داره؟ دعا کرد خدایا تو مرگ رو برا من در اختیار خودم بگذار، اجلم رو به تأخیر بینداز. خدا به حضرت ابراهیم خطاب کرد که ابراهیم صلاحت نیست، عمر طولانی به صلاحت نیست، مصلحت بندگان رو خدا میدونه. ابراهیم عرض کرد که خدایا حالا چی میشه مرگ من در اختیار خودم باشه، خودم داشته باشم اختیارش رو. خدا دعای حضرت ابراهیم رو مستجاب کرد. خب وقتی دعای ایشون مستجاب شد، برای شکرانه این نعمتی که خدا بهشون ارزانی داشت، یه ولیمه ای داد حضرت ابراهیم. فقرای شهر، مردم شهر رو به طور عموم دعوت کرد که بیان ولیمه بخورن به خاطر این لطفی که خدا در حقشون کرده بود. خب همه مردم جمع شدن، آمدن سر سفره نشستن، خود جناب ابراهیم هم حضور داشت، ناظر بر اطعامی بود که مردم میخوردن. آمد ایشون هم سر سفره کناری نشست، اتفاقا یه پیر مرد سال خورده و فرتوتی که دیگه توانایی کاملی در بدنش نداشت و لرزه به اندامش افتاده بود، آمد مقابل حضرت ابراهیم نشست سر سفره، بعد شروع کرد غذا بخوره. دستش رو برد، اولین لقمه طعام رو که برداشت تا نزدیکای دهن خودش که رسوند، این به خاطر لرزش دست و ارتعاشاتی که تو بدنش بود، لقمه غذا از دستش افتاد. حالا ابراهیم خلیل هم نظارگر بر این قضیه است. این بنده خدا دوباره دستش رو برد، پیرمرد لقمه غذا رو آورد بالا، بازم از دستش افتاد. برای بار سوم نتونست غذا رو به دهن برسونه. یه جوانی کنار این پیرمرد بود، دست برد این لقمه طعام رو برداشت، داخل دهن این پیرمرد گذاشت و ایشون هم غذا رو شروع کرد به خوردن. حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام که این صحنه رو ناظر بود، یه تنبهی برای ایشون ایجاد شد، یه توجهی کرد. عجب، خب اگر بنا باشه من پیر بشم، سال خورده بشم و اینجور به روزم بیاد
که یه لقمه غذا رو نتونم تو دهنم بذارم، نمیخوام همچی عمر طولانی رو. اونجا دعا کرد اللهم اجعل اجلی کما کتبت، خدایا اجل من رو همون جوری که برام نوشتی و مقدر کردی قرار بده. حرف اینجاست، خدا خطاب کرد به حضرت ابراهیم و این قضیهش رو عرض کردم در سفر تکوین در کتاب تورات، اونجا بیان میکنه که موسی ما به ابراهیم گفتیم به تو فرزند با کرامتی عطا خواهیم کرد و فرزند تو ساده عرب خواهد شد. نبیل عرب بود، 137 سال عمر جناب اسماعیل شد و در طول عمر خودش با آقایی زندگی کرد، بنای خانه خدا رو با پدر بزرگوارش گذاشت و مردم توجه خاص به اینشون داشتن. وقتی هم که از دنیا رحلت کرد، ایشون رو آوردن تو بیت کنار ناودان طلا در همون هجر اسماعیل، بدن مبارکشون رو دفن کردن. اون وقت اونجا دارد که خطاب می کند که ابراهیم به زودی خداوند از نسل جناب اسماعیل 12 نقیب ظاهر خواهد کرد که اینها چراغان هدایت بشر خواهند بود. اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم المهدی صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد. این 12 نفر رو خداوند از نسل حضرت ابراهیم خلیل که از نسل اسماعیل است، خداوند وعده آمدنشون رو داده. بعد اونجا اشاره میکند که برای نفر 12 حکومت عظیمی خواهد بود که حکومت او سراسر دنیا رو خواهد گرفت. در نقلی بیان شده راجع به حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام که ایشون هم در مورد امام زمان علیه السلام یه بیان زیبایی دارد که در مناجاتهایی که حضرت داوود با خدا داشت در زبور ایشون نقل شده. خب کتاب زبور از جمله کتابهای مناجات حضرت داوود بود، کتاب آسمانی که براشون نازل شده باشه نبود. 70 مناجات داره تقریبا که حضرت داوود با خدا راز و نیاز میکرد، مناجات میکرد و مناجاتهای ایشون رو اونجا نقل کرده. به قدری خوش صدا و خوش سخن بود و خوش لحن و قول و گفتار بود حضرت داوود، اصلا زبان زد خاص عام شده بود. و همین الان هم شما اگر کسی رو میخواید خیلی قشنگ تعریفشو بکنید از نظر صدا و زیبایی سخن، میگید صدای او کأنه داوود است، صدای داوودی دارد. انقدر خوش صدا بود حضرت داوود که در نقل روایت دارد وقتی که ایشون صداش به مناجات با خدا بلند میشد، لتساقط علیه الطیور، پرندگان از بس صدای حضرت داوود قشنگ بود از خواندن می ایستادن، بلبلهای خوش الحان از صدا دادن و خوندن می ایستادن، همشون می نشستن رو شاخه های درختان گوش می کردن به نغمه های حضرت داوود. حتی دارد وحوش بیابان همشون سراشون رو می انداختن پایین، می ایستادن و گوش می کردن به صدای زیبای حضرت داوود. و از جمله کسانی که در بهشت برای اهل بهشت با صدای زیبای خودش خواهد خوند و مردم از لحن صدای او استفاده خواهند کرد حضرت داووده. عرضم اینه، ایشون در یکی از مناجاتهای خودش که شبها به عبادت می استاد و دعا می کرد، اینجوری دعا می کرد و دعا می کرد اللهم اجعل قیامتکل سلطان، خدایا قیامت خودت رو در اختیار سلطان قرار بده. سلطان کیه؟ یکی از القاب پیغمبر خدا سلطانه. حضرت داوود چند هزار سال قبل از آمدن پیغمبر خدا اینجور دعا میکرد که خدایا قیامت خودت را در اختیار پیغمبر خاتم قرار بده. چرا؟ چون او رحمت للعالمینه، شفاعت او و رحمت او شامل حال همه مردم خواهد شد. اللهم اجعل قیامتک للسلطان و حجتک فی ذریته، و حجت خودت را در ذریه پیغمبر خاتم قرار بده. و خدایا حکومت و سلطنت و پادشاهی آخر الزمان را به حجت خودت بده
که از نسل پیغمبر خاتم است، که من البحر الى البحر و من الوادی الى جمیع البصیره حکومتش خواهد رسید. از دریاها به دریاها حاکم خواهد شد. حضرت داوود خبر میده ها که امام زمان خواهد آمد و در وادی حکومت خودش را خواهد گسترانید. منظور از وادی اینجور نقل کردن که وادی السلام نجف است که مرکز حکومت حجت ابن الحسن شهر نجف و مسجد کوفه خواهد بود. حضرت داوود در زمان خودش گفته. چرا؟ چون حجت ابن الحسن خاص است بین تمام اوصیای پیغمبر. یه خصوصیتی خدا در وجود نازنین و مبارک امام زمان گذاشته که تمام انبیاء رو وادار کرده که برای او دعا کنن. نه انبیاء، بلکه پیغمبر خاتم دعاگوی امام زمان بود. نه پیغمبر خاتم، بلکه هر 11 نور پاک و ائمه هدا همشون دعا برای وجود نازنین امام زمان کردن. این چه خصوصیتی است که در وجودش گذاشته؟ پیغمبر خدا می‌فرماید خدا خصوصیتی که در اون وجود نازنین گذاشت فقط به اون وجود نازنین داده است. آقا خصوصیت که میگیم یه وقت برای بعضیات سوء تفاهم نشه، مگر مقام امام زمان از پیغمبر خاتم بالاتره؟ نخیر، مقام هر کدوم سر جای خودش محفوظ. منکر این نیستیم که پیغمبر خاتم امام است بر امام زمان و حجت است بر حجت خدا و از امام زمان براشون واجب است اطاعت از پیغمبر خدا، اما اون خصوصیتی که خدا به ایشون داده هیچ منافاتی با این قضیه نداره. خب پیغمبر خداست، درست، اما خدا به بعضی هاشون یک سری خصوصیاتی عنایت کرده. مثلا به آقامون سید الشهدا خصوصیتی داد که به هیچ کدوم از دیگر ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نداده، اون هم شفا در تربت نازنین امام حسینه. خوردن خاک حرام است، ولیکن خاک قبر سید الشهدا چنانچه به قصد استشفا باشد خوردنش اشکالی ندارد، اما بقیه تربت های پاک پاکند و محترم، اما خوردنشون حرامه، چون این خصوصیتی است که خدا به امام حسین داده به خاطر اون جان نثاری، اون جانبازی، اون معامله ای که با خدا کرد سید الشهدا. حالا هم خدا یه خصوصیتی به امام زمان داد، اون هم خاص کرده اون بزرگوار رو در این که حکومت خودش را و عدالت خودش را خدا به دست امام زمان بر تمام عالم حاکم خواهد کرد و خواهد گسترانی. به همین خاطر خداوند تبارک و تعالی به رسول خودش هم فرمود ای پیغمبر، هر کسی که این وجود نازنین رو دوست داشته باشد و عاشقش باشه، من خدا دوستش خواهم داشت. خداوند تبارک و تعالی این وجودهای مقدس و نورانی را هدایتگر بشر گذاشته، اطاعت از آنها را طبق نص روایت بر همه واجب کرده و خداوند تبارک و تعالی این خصوصیتی که در وجود امام زمان گذاشته طبق روایت اول منبرم که عرض کردم در امام زمان دائر مدار قبولی ایمان گذاشته است، توجه به امام زمان و التفات به او و قبول کردن ولایت او را، چون فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. ایمان طرف قبول نمیشه نه اعمالش. فرمود کسی که بمیرد و شناخت به امام زمان پیدا نکند و ولایت او رو قبول نداشته باشد خدا ایمانش رو قبول نخواهد کرد. به امام صادق عرض کردن آقا میته جاهلی یعنی چه؟ در کافی شریف روایتش نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمود مات میتت کفر و نفاق و زلال. کسی که بمیرد و معرفت به حجت ابن الحسن و امام زمان و وصی 12 پیغمبر نداشته باشد او کافر از دنیا رفته و کسی که کافر از دنیا بره هیچ عملی از او قبول نیست. نماز از انسان با ایمان قبوله، روزه از انسان با ایمان قبوله. خب آقا مگر چیه؟ خدایا من نماز خوندم، روزه گرفتم، حجم رو به جا آوردم، فقط یه امامت امام زمان رو قبول نکردم،
یه وصایت پیغمبر رو قبولش نکردم، حالا چرا نباید اعمال من قبول بشه؟ به خاطر اینه که خداوند تبارک و تعالی خودش در قرآن شریف فرمود الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. فرمود کسی که کافر بشد، اون کسانی که کافر شدن و سد سبیل خدا کردند، خداوند اعمالشون رو قبول نمی کنه. آقا انسان کافر که عملی نداره که خدا بخواد ازش قبول بکنه یا نکنه. معلومه اینا اول یه سری کارهایی می کردن، نماز می خوندن، روزه می گرفتن، منتهاش کفر به خدا ورزیدن. چرا کافر به الله شدن؟ سد سبیل حضرت حق کردن. چی کار کردن آقا؟ آیا منکر نماز شدن؟ نخیر. آیا منکر روزه شدن؟ نخیر. آیا حج رو قبول نکردن؟ نه. شما تاریخ اسلام رو مطالعه بکنید، از زمان پیغمبر خاتم تا زمان ناهازا در بین فرق مختلف مسلمین نقل نشده گروهی یا شخصی یا اشخاصی بیان یکی از واجبات رو، یکی از فروع رو منکر شده باشن. همشون قبول کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن، قرآن خوندن، حتی بهترین حفاظ قرآن که به حساب خودشون ادعا هم میشه از همون فرقی هستن که وصایت و ولایت اهل بیت رو قبول ندارن. پس اینا کیان آقا؟ اینا چیکار کردن؟ سد سبیل خدا کردن. آن چیزی را که خداوند تبارک و تعالی به وسیله پیغمبر خودش بر همه مردم فرض و واجب کرد رو اینها قبول نکردن. چی بود؟ که خداوند در یوم قدیر که روایتش یکی و دوتا و دهتا هم نیست، از حد تواترم بدره، به پیغمبر خاتم خطاب کرد بلغ ما انزل الیک من ربک. خب پیغمبر خدا رسون، فرمود وصی و جانشین بر حق بعد از من علی ابن ابی طالب است. همون جور که از پیغمبر اطاعت فرض است و واجب و همون جور که پیغمبر خدا ولایت کلیه داشت بر تمام خلایق، وصی و جانشین او و امام بر حق بعد از او هم ولایت کلیه بر تمام خلایق دارد و بر همه ما سوی الله واجب است اطاعت از او. تنها فرقه ای که این اعتقاد رو داره، شما ملاحظه بکنید، نگاه بکنید، کتب مختلف رو مراجعه بکنید، تنها فرقه ای که این اعتقاد رو داره که میگه بر همه واجب است اطاعت کردن از وصی پیغمبر خدا، فقط شیعه است. بقیه که آمدن گفتن آقا این جزء فروع دینه، جزء اصول دین نیست و هیچ کسی من اعتقادشون این نیست که بر همه فرض و واجب باشد اطاعت از اون. خیر، ما میگیم آقا چون پیغمبر خاتم رو خدا انتخاب کرده، وصی او رو هم خدا انتخاب کرد، طبق روایت مشهوری که همه علما نقل کردن، حتی اهل تسنن هم دارن نقل کردن تو کتابهای مختلف. اینا چیکار کردن آقا که سد سبیل کردن و جز خدا گفت اینها کافرن؟ الذین صدوا عن سبیل الله، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، کافر شدن. چیکار کردن؟ وقتی پیغمبر خدا این فرمایش رو کرد، همونجا اومدن اعتراض کردن، گفتن آقا یا رسول الله، تو به ما گفتی روزه بگیر، گرفتیم، نماز بخون، خوندیم، حج به جا بیار، اومدیم حج انجام دادیم، حالا مونده که فقط علی ابن ابی طالب رو تو بر ما مسلط کنی یا رسول الله. حضرت فرمود این فرمان خداست، بر همه تونم واجبه اطاعت کنید. گو آقا نمیشه حالا یه نفر دیگه ای رو انتخاب کنید؟ رسول خدا فرمود خدا انتخاب کرده و فرمان خداست، حرف من نیست. او لا ینطق عن الهواست، او کسی است که فقط فرمان خدا رو اجرا میکنه و فرامین حضرت حق رو برای مردم بیان میکنه. لذاست که خدا به او دستور داده و دستور خدا رو به مردم رسون. یارو برگشت گفت خب پس حالا که اینطوریه، از خدا بخواه انزل علینا حجارتا من است، یه سنگی از آسمون بیاد به کله من بخوره، من بمیرم و آقایی علی رو نبینم. آمد سوار شترش بشه، یه ها دیدن یه سنگ خوشگلی از آسمون اومد به فرق سرش خوردن و به درک واصل شد. خدا با کسی شوخی نداره. فرمود لازم کردم ولایت این خانواده رو. در آخرین مطلب روایتی رو براتون عرض می کنم که از برکت این روایت نورانی انشالله دلهامون نور بگیره.
به ولایت آقامون امیر المؤمنین و اولاد طیبین و طاهرینش. روایتش مشهوره، مناقب خوارزمی دارد. حاکم حسکانی در کتاب خودش آورده، خیلی های دیگه هم این رو بیان کردن، علماء شیعه هم این روایت رو آوردن. آقا رسول خدا فرمود لو ان عبدا عبد الله تعالی ما قام نوح فی قومه، اگر کسی عمر کند به اندازه حضرت نوح که در قوم خودش عمر کرد. طولانی ترین عمر رو جناب نوح داشت در زمان خودش، 2500 سال عمر شریفش شد. اون وقت رسول خدا می فرماید اگر کسی به اندازه جناب نوح عمر بکنه. بعد و کان له ذهبا، طلا و طلا داشته باشد به اندازه کوه احد در اختیارش باشه. فانفقه فی سبیل الله، تمام این طلاها رو در راه خدا انفاق کنه. و مد فی عمره حتی حج الف عام ماشیا علی قدمی، اونقدر خدا کمکش کنه و عمرش رو هم طولانی کنه که 1000 حج پیاده و پای خودش انجام بده. ثم قتل مظلوما بین الصفا والمروه، آخر سرم که دیگه عمرش به آخر رسید در بین صفا و مروه مظلومانه بکشنش. اون وقت برگشت با این وضعیت از زندگی بکنه، با اون حالتش از دنیا بره، برگشت به وجود مقدس مولامون امیر المؤمنین اشاره کرد و فرمود ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحة الجنه ولم یدخلها، اما ولایت تو رو نداشته باشه علی جان، با او از ایتم از دنیا رفته باشه، بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید، بلکه خداوند تبارک و تعالی او رو با رو وارد آتش دوزخ میکنه. آقا اطاعت از این بزرگان بر همگان فرض و واجب است. چرا؟ چون دائر مدار ایمان و کفر است. خداوند تبارک و تعالی ایمان عبدی را قبول می کند که اعتقاد به ولایت اهل بیت داشته باشد و ایمان به حجت ابن الحسن ارواح و نافداه داشته باشه. یکی از علما میگه من رفتم تو مسجد الحرام، امام جماعت مسجد الحرام رو با دوست خودم دو نفری رفتیم بهش گیر دادیم، بهش گفتم شیخ نا یه روایتی تو کتابهای شما هم هست، ما هم داریم، خوام ببینم تو قبول داری یا نه. گفت ها چیه روایت؟ گفتم این روایت من مات ولم یعرف امام. گفت بله موجود، ما قبول داریم، هست، پیغمبر خدا فرموده هر کی مرد و امام زمانش رو نشناخت او به مرگ جاهلی مرده، کافر مرده، او مسلمان از دنیا نرفته. گفتم سوال من اینه، آیا فاطمه زهرا دختر پیغمبر امام زمانش رو شناخت و از دنیا رفت یا نشناخته از دنیا رفت؟ این یهو فکرش وامون هاج و واج شده بود. چی جواب منو بده؟ چی میخواد بگه؟ بگه امام زمانش رو نشناخت؟ خب تو دهنش میزنن، مگه میشه دختر پیغمبر العیاذ بالله کافر از دنیا رفته باشه؟ اگر بگه امام زمانش رو شناخت، خب میگم کیه امام زمانش؟ کیه؟ اونایی که در خونش رو به آتش کشیدند و بهش ظلم کردن، اونایی که صورت ازشون برگردند و گفت با شما تکلم نمی کنم تا در مقابل پدرم پیغمبر از شما شاکی بشم، کیو میخواد بگه امامشه؟ آقا امروز اهل سنت باید بگن ببینیم امام زمانشون کیه. بابا پیغمبر خدا فرمود هر کسی که آمد و مرد و امام زمان خودش رو نشناخت او مسلمان از دنیا نرفته، کافر مرده. کیه امام زمانشون؟ ما که اعتقاد به وجود حجت ابن الحسن داریم میگیم این وجود مبارک و نازنین الان هست و اطاعت از او بر همگان فرض است و واجب و باید بهش معرفت پیدا بکنیم. سؤالی که تو ذهن میاد اینه که آقا درست شما میگید امام زمان هست؟ بله، 120 آیه قرآن بر وجود حجت ابن الحسن خبر داده، 106 آیه اتفاق نظر دارن، سنی و شیعه همشون گفتن آقا اینا راجع به امام زمانه. 106 آیه اونم از آیات قرآن، یک آیه قرآن برای اثبات یه موضوع کافیه، نه 106 داشت. اثبات می کند وجود نازنین امام زمان رو، فرصت خودش رو می طلبه که در موردش بحث بشه.
اما طبق آیات و روایاتی که 4000 روایت در کتب اهل سنت راجع به امام زمان ما یقین کردیم که حجت ابن الحسن هست و اطاعت از او واجب و معرفتش بر هممون لازمه. خدا رو قسم میدم به آبروی وجود مبارک و نازنین مولامون امیر المؤمنین علیه السلام، امسال رو سال فرج حجت ابن الحسن قرار بدهد انشاءالله. خدا رو قسم میدم به آبروی آن وجود مبارک و نازنین، عشق ما، معرفت ما، ادب ما، شعور ما، ولایت ما رو به این ذات مقدس و نورانی لحظه به لحظه زیاد بفرماید. یک آن و یک لحظه ما رو از این خانواده جدا نکنه انشاءالله. از جهت فرج اون ناظرین بزرگوار، خوشنودی وجود مبارکش و انشاءالله رضایت قلب نازنینش از همه ما، صلواتی بر محمد و آل محمد.